آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسنیا، خیلی خوش آمدید. آخرین اخبار و اطلاعات درباره انتخابات بحث برانگیز اتاق بازرگانی ایران دقیقا چه هست؟ خب همونطور که شما در خبر هم اشاره کردید، آخرین تحول خاص نمایندگان مجلس، شماری از نمایندگان حدود بر اساس این خبر گفته شده که 30 امضا از نهادهای مسئول هست که در واقع ورود بکنن به بحث انتخابات و نتیجه اون استناد اونها هم قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس هست که بر اساس قانونی است که همین مجلس در آبان ماه و پاییز پارسال به تصویب رسون، مراجع سگانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه موظف هستند که برای کسانی که قرار هست مشاغل حساس رو در اختیار بگیرن استعلام هایی رو بفرسته. البته خب ریاست بر اتاق بازرگانی به طور مشخص نیامده در این به عنوان مصادیق مشاغل حساس، اما اون مصادیقی که گفته شده میتونه شامل حال رئیس اتاق بازرگانی هم بشه، چون به هر حال رئیس اتاق بازرگانی ایران در شوراهای متعددی عضو هست و میتونه در تصمیم گیری ها حضور داشته باشه و نقش آفرینی بکنه. این آخرین و جدیدترین دور فشاری است که از سوی نمایندگان مجلس بر اتاق بازرگانی و نتایج انتخابات اون، به ویژه ریاست آقای سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی ایران در این دوره وارد میاد. پیش از این هم دولت از طریق رسانه‌های در اختیار دولت مثل روزنامه ایران و هم بخش‌های بیشتر امنیتی حکومت مثل روزنامه جوان یا وبسایت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی هم چنین خواسته‌هایی رو و چنین اتهاماتی رو مطرح کرده بودن. حتی پیش از این در بحث هیئت رئیسه اتاق تهران هم دولت تونسته بود که آقای مهدی صادقی نیارکی رو از اعضای هیئت مدیره سازمان گسترش ایدرو به عنوان نایب رئیس اتاق تهران، او را در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران جا بده. گفته میشه که این سفارایی و این تلاش برای حضور همه جانبه نمایندگان دولت در یا مداخله حکومت در بحث اتاق بازرگانی از سوی آقای علیرضا پیمانپاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی که پیش از این در وزارت صمت ریاست بر سازمان توسعه تجارت رو بر عهده داشت، هدایت و مدیریت میشه. آقای حسنیا، یک اصلاح کوچک بکنم در متن خبری که خوندیم. روزنامه جوان گفته با انتخاب رئیس جدید، اتاق بازرگانی ایران اپوزیسیون اقتصادی نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. با این توضیحاتی که شما دادین، با توجه به واکنش رسانه‌ها و با این وضعیت، چه آینده‌ای رو میشه برای اتاق بازرگانی ایران متصور بود؟ اون چیزی رو که بدون تردید میشه بهش اشاره کرد و صرف نظر از اینکه خب به هر حال این تلاش‌ها برای برکناری یا ابطال انتخابات به کجا خواهد رسید و چقدر دولت و حکومت در واقع عزمش جدی است برای اینکه انتقام گیری بکنه از کسانی که با خیزش انقلابی ماه‌های گذشته همراهی کردند، مصادیق دیگرش رو هم در حوزه‌های دیگه می‌بینیم. همین روزها شاهد این بودیم که حتی انتخاب سرمربی یک باشگاه فوتبال هم منوط به این شده که عفو رهبری رو داشته باشه، که امر بسیار کوچکتری است نسبت به انتخابات اتاق بازرگانی. صرف نظر از اینکه چه نتیجه‌ای خواهد داشت، تضعیف بخش خصوصی امر قطعی است. یعنی وقتی که امروز مشاهده هستیم که اتاق بازرگانی ایران برای برداشته شدن این فشارهای عجیب و غریب از روی خودش یک بیانیه‌ای رو میده که در واقع به نوعی یک مدلی از وادادگی است یا نمایشی است از همکاری و همراهی با حکومت که دست از سر این نهاد بخش خصوصی برداره، در این بیانیه اومده که آماده تعامل با قوای سگانه در جهت انسجام ملی و شکوفایی اقتصاد هست اتاق بازرگانی ایران، در حالی که این امر میبایست به طور منطقی و دست کم در شعارها و روی کاغذ برعکس باشه. یعنی این قوای سگانه باشند که تلاش بکنند فضا رو برای فعالیت بخش خصوصی و کسب و کارها فراهم بکنند، اما برای برداشته شدن این فشارهای امنیتی و همه جانبه از سوی دولت، مجلس و دیگر نهادهای امنیتی، اتاق بازرگانی مجبور شده که چنین بیانیه‌ای رو صادر بکنه. این به خوبی نشون میده که چه سرنوشتی برای بخش خصوصی در سالهای آتی پیش روی این بخش هست و البته خب کارنامه کاری بخش خصوصی و فشارهایی رو که در حوزه اقتصاد تجربه کرده در سالهای گذشته رو هم همین امروز میتونیم روی میز ببینیم و قضاوت بکنیم. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. آقای حسنیا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.